بی‌معرفت بهنام بانی، موزیکی که به طور کلی بر پایه گیتار هستش و ساختار گیتاری داره و کلن تنظیم گیتاری داره. همون اولش رو کاور میبینیم که بهنام بانی نشسته و داره پیانو میزنه. به نام خدا، سلام به همه شما. مرسی از اینکه ویدیوی ما رو برای تماشا انتخاب کردین. آهنگ بی‌معرفت بهنام بانی رو تحلیل میکنیم. ابتدا در مورد ترانش صحبت کنیم. نوشته شده از کارن موسوی هستش. یه جا هم نوشته که کارن موسوی و حامد برادران. بی‌معرفت یه جوری حال این دل دیوونه بعد تو بده. ترانه یکی دو تا ویژگی خوب داره. یکی این که ترانه اقتصادی نیست، یعنی توش خسیس بازی در نیاوردن. ترانه طولانی هستش، یک داستانی رو داره نقل میکنه که انسجام خوبی داره. از یه جای شروع میکنه و همینطور پیش میره جلو. ترجیبندش، قسمت شاهبیتش مشخصه که چرا شاهبیته، از این بابت ویژگی خوبیه. ساختار منسجم داره، یه چیزی رو حس کردن و روش ترانه نوشتن، یک داستان رو تصور کردن و روش ترانه نوشتن. و مهمتر از همه این که اگر یک ترانه اقتصادی بود و فقط به خاطر اینکه بخواد موزیک رو پر بکنه، قطعاً کوتاه‌تر از اینی میشد که ما الان داریم این ترانه رو میبینیم. مخصوصا در ورس دوش میتونستن خیلی راحت اون قسمت اولش که ترانه تموم شد سریع متصل کنن به کورس و قسمت دوم ورس دو نباشه اصلا، ولی میبینیم که اینطور نبوده و یک ترانه طولانی هستش. این موزیک، موزیک بی‌معرفت، یکی از بهترین آهنگهای بهنام بانی هستش که منتشر کرده. حداقل در این دو سه سال اخیر میتونم اینو بگم که بهترین آهنگش بوده که منتشر کرده. در مورد ترانه، تیکه های خیلی جالبی به کار رفته، مثل اینکه نقشه هایی که با هم کشیدیم رفتی درست، اونم چه روزی، روزی که به هم رسیدیم، یا اونجاش که میگه بدی این دلم همین بود که با تو بد نبود، و قسمت هایی هم داره که تکرار از ترانه های پیشین هستش، مثل اینکه آخه آدم بدی عشقشو نمیگه. حالا به این صورت نبوده، ولی مثلا بوده ترانه هایی که میگه آدم مگه با عشقشم بد میشه و اینها. دوباره همین عبارت استفهامی به این صورت مطرح شده، اما به طور کلی ترانه‌ای هستش که قابل دفاع هستش. ملودی کار که از خود حامد برادران هستش، کاملا در سبک خود حامد برادران هستش، چینش آکوردها، اون نحوه فراز و فرودها. اما با وجود این حفظ سبک، یه سری جاهاش واقعا دلنشینه، یعنی یه سری جاها واقعا اون نقطه‌ای که باید میزده توی ملودی و اون هارمونی گذاشتن واسش رو کاملا درست رعایت کرده. آکسان گذاری خیلی دقیق رعایت شده، خیلی درست روی اون کلماتی که باید حسش در می اومده قرار داده شده. ملودی یک خطی نداره، ملودی متنوع، ملودی ورس 1 متفاوته با کورس، بعد ورس 2 واسه خودش یه داستان جداگانه‌ای داره و اون هم اصلا یک موزیک جداگانه است. و اتفاقا قسمت تاثیرگذار این آهنگ ورس 2 این آهنگ هستش. بی‌معرفت حامد برادران. زیاد بودن متن ترانه و نوع ساختار ملودی باعث شده که این موزیک واسه خواننده یک موزیک سختی باشه واسه اجرا. نه در اجرای استودیویی که کات میدن و دوباره از قبل شروع میکنن به خوندنش، بلکه در اجرای کنسرتی 100% اجرای سختی خواهد بود. جا واسه نفسگیری اصلا وجود نداره. متن ترانه خیلی بلنده، مصرعها خیلی بلند هستن و احتمالاً بایستی براش یه فکری بشه، وگرنه هر خواننده‌ای هم که باشه نفس کم خواهد آورد، یعنی اصلا جا واسه نفسگیری وجود نداره و فقط در ورژن استودیویی هستش که به این صورت در اومده. صحبت از خوانندگی شد، جا داره که در مورد خوانندگی بهنام بانی هم صحبت کنیم. پس از این همه اجرا، صدای بهنام بانی خیلی پخته‌تر شده و یک کمی هم بمتر شده و فریادهای خوبی داره، مخصوصا در ورس دو. من کلا این ورس دو این موزیک رو خیلی بیشتر میپسندم، خیلی احساسی تره، متن ترانش خوبه، ملودی خوبی داره و بهنام بانی خیلی بهتر میخونه این تیکه رو. میرم سراغ تنظیم آهنگ، جایی که همیشه در مورد حامد برادران گفته میشه که تنظیمهاش خیلی شبیه به هم هستن، تکراری هستن. درسته یه سری تکرارها وجود داره، بعضی تنظیم‌ها، بعضی موزیک‌ها خیلی شبیه هم هستن، دقیقاً عین هم می‌افتن. ولی اینکه سبکش هستش و کلاً این فضا رو دنبال می‌کنه، دلیلی نمیشه که هی بکوبیم این تنظیم‌ها رو. اتفاقاً این موزیک تنظیم خیلی خوب داره. نقطه قوت این موزیک تنظیم خیلی خوبش هستش. حامد برادران داره تکامل میده این سبک تنظیم‌هاشو. بر پایه گیتار هستش،
که همون اول ویدیو من گفتم که متاسفانه کاورش بهنامبانی نشسته داره پیانو میزنه که ارتباطی با پیانو نداره این موزیک و باید عکسی میشد که گیتار مثلا تو دستش میشد یا به هر حال همچین عکسایی. دو تا گیتاریست مطرح و خفن آوردن واسه نوازندگی گیتار. خب این نشون میده که خیلی اهمیت خواستم بدم به اینکه گیتارش ریکوردش خیلی خوب باشه. هیراد نیکنام و کیان دارات، یعنی با یه نفرشون هم میشد این کارو بست. اینکه دو نفرشون استفاده کردن، حالا بهتون میگم که چرا اینجوری بوده. اولا ریتمش، آرپژهاش بسیار دقیق نواخته شده، بسیار سرزر، بسیار تمیز، پیک زدنها کاملا مشخصه، خیلی تمیز در اومده، خیلی ریکوردش خیلی تمیز در اومده. و همچنین یه سری نوآوری هایی هم داشتیم. مثلا این تیکر رو شما الان براتون میذارم، گوش کنید به پاساژش. این نوع پاساژ که به صورت میوت زدن هستش خیلی جالب بود واسه من. هارمونی هایی که استفاده کردم با گیتار خیلی درست و خوب در اومده و جواب هایی که با گیتار اومده روی وکال بهنامبانی خیلی به حس کار کمک کرده. مخصوصا این تیکش رو که الان براتون میذارم دقیق گوش کنید. میگه هوا تو کردم دورت بگردم. ببین چه جوابی با گیتار میاد واسش، خیلی به سوز کار کمک میکنه، خیلی جالبه این کارشون. به طور کلی اگه بخوام جمع بندی کنم، این موزیک بسیار با کیفیت هستش. میکس و مسترش هم که خیلی خوب بوده، حالا زیاد در موردش صحبت نکردم. نه تنها در پلی لیست من خواهد بود، بلکه به عنوان یکی از آهنگای خوب که لذت میبرم از شنیدنش و ارزش تحلیل داشت صحبت میکنم. فقط نگرانی دارم که تو کنسرت ها ممکنه اجرای خوبی از آب در نیاد به خاطر سختی در نفسگیری که میتونه برای بهنامبانی پیش بیاد و امیدوارم که یک تدبیری برای اون در نظر گرفته باشن. نظر شما در مورد این ترک چیه؟ دوست داشتین یا نه؟ حتما نظر خودتون در کامنت ها زیر این ویدیو بنویسید. خیلی ممنون از اینکه ویدیو رو تماشا کردین. حتما نظر بدین چه نوع ویدیوهایی دوست دارید. ممنون که تماشا کردین. خدا نگهدار.